همین تو لاونج که نشسته بودیم منتظر بودیم که سوار هواپیما بشیم، ما آخرین نفر رو بودیم داشتیم سوار هواپیما میشدیم. یهو لباس شخصی دوی توی سالن روش کرد، داد زدن مریم مومبینی کیه، مریم مومبینی کیه. همون لحظه ما فهمیدیم که اتفاق بعدی داره میفته و سریع همون مسئول حفاظت سپاهی که آخرین گیتی که آدم رد میکنه از کشور خارج گفت بله ایشون نامه خروج هستن و الان هم پرواز داره بلند میشه تا دقایق دیگه، اگه میخواین سوار شین فقط پسرها میتونن برن. که مادر اونم التماس کرد از ما که شما برین تو رو خدا اینجا بیرون. بعد فکر میکنیم که چیکار کنیم، منو بعدم نمیخواستیم ما اون رو تنها بذاریم. این سخت ترین تصمیم زندگیمون بعد از این همه اتفاقی که برای ما افتاده، یه همچین کار غیر اخلاقی و غیر انسانی و غیر قانونی هم با اون دقیقه 90 هم بکنن. پس از خروج از ایران صحبت از فشارها و تهدیدهایی کردی که در مدتی که در ایران بودی روی خانواده بوده، دقیقاً این تهدیدها چه بود، کجا اتفاق افتاد، چه حرفای زده شد؟ بغیر از خب تلفن‌ها و پیغامایی که داده می‌شد که بپاش شما هم خودکشی نشین، این جمله رو من چندین بار گفته شد. چی گفت اینا؟ من نمی‌دونم حالا اینا از یعنی تلفن زنگ زد بله و یه آقای پشت تلفن گفت که مواظب باش خودکشی نشی. آره از جای نامعلوم تلفن معلوم نبود کجا بود و توی خیام بهم طعنه می‌زدن که حواسمون هست داری چیکار می‌کنی. هر جا که می‌رفتیم سر خاک سپاره پدرم، سر مراسم یاد بود، می‌اومدن با دوربین و عکاسی اونها از همه عکس می‌گرفتن. تو سر کوچه با ماشین هر روز وای می‌سادن و این همه آدمی بود که ریختم تو خونمون، همه زندگیمون برده بودن و تحقیر کرده بودن خانواده ما رو، با خنده لب می‌اومدن بازم به این کارها ادامه می‌دادن. یعنی هیچ شرم و هیچ اخلاقیاتی تو کارشون وجود نداره که یه خانواده عزادار این همه سختی کشیده و بازم میاید اینجوری بهشون فشار وارد میکنید. آیا امکان داره که اون چیزی که در ویدیویی که مقام ها از او در زندان به تو نشون دادن، تو تنها عضو خانواده هستی که این ویدیو رو دیدی، رو بازسازی بکنید؟ چه دیدی دقیقاً؟ چه چیز رو نشون میداد؟ دیدن آخرین لحظات پدر آدم روی فیلم یه سخت‌ترین کارهایی که هرگز میتونه بکنه. نمیخواستم کسی دیگه تو خانوادم این چیزا رو ببینه. میدونی تو فیلمم واقعا نامعلومه که چه اتفاقی میافته حقیقتش. اون چیزی که دیدی دقیقا همین است که تو سلولش راه میره؟ همونطور که توضیح دادم قبلا تو سلولش داره راه میره و پیرنش رو در میاره، میدونی درست دور گردنش میذاره، دوباره در میاره، جای تختش رو درست میکنه، بعد میره توی اتاق بغلی. وقتی از اون اتاق 8 ساعت بعد میان بیرون، درش میارن و حتی وقتی پدر اومده بیرون دستش هم انقدر سفته اینجوری که حتی دارن سعی میکنن فشار بدن پایینم هم نمیاد. یعنی همه این چیزا من میدونی یه آدم نمیتونه نتیجه گیری بکنه چون تو اون تصویر توی دستوی نیستش یا اون اتاق بغلی، حالا هر چی که هستش اون جایی که میره توش. در مورد اتهام آقای دولت آبادی، دادستان تهران برای مثال یه جا گفته بود که این یک پروژه مشترک سازمان سیا، موساد برای ایجاد بحران در برخی حوزه‌های محیط زیست و جمع‌آوری اطلاعات و انتقال اطلاعات طبقه بندی شده دفاعی و موشکی کشور به خارج بوده. وقتی این اتهامات رو شنیدی واکنش چی بود؟ چی در ذهنت گذشت که یک چنین اتهامات سنگینی متوجه پدرت کردن؟ اینا اومدن همه جا توی رسانه‌های امنیتی خودشون برای علیه پدر من کلی حرف و تخریب و چیزای دروغ گفتن که عوام فریبی کنن و هر روز به روز این دروغ‌ها انقدر مسخره ترن و ضد و نقیض هم هستن خیلی هاش. یعنی جالبه که حتی بین خودشون اینا موافق نیستن که دقیقا چه اتفاقی افتاده و اونم کسی که مثل پدر من که دلش انقدر به حال طبیعت ایران میسوخت تو خونه نمیذاشت ما دوش طولانی بگیریم برای اینکه آب مصرف نشه، در میزد میگه آقا قطع کن آبو. پدر من کسی بود که داوطلبانه رفت جبهه موقع جنگ، ترکش خورده، هیچ جا به روی خودش هیچ وقت نمی آورده، ازش هیچ وقت استفاده نمی کرد به عنوان چیزی که مقامی سمتی بگیره، همیشه با زحمت و با عشق و با خدمت همه کارهای زندگیش می کرد. و این اتهاماتی که برای همچین شخصیتی که میزنن میدونی اینقدر غیر قابل باور کردنیه برای هر کسی که اینو میشناخت، که من مطمئنم خود این آقایون هم دارن میخندن این دروغا رو دارن میگن. چون فیلمای خود ما که ازشون استفاده کردن که تو اون برنامه 23 گذاشتن، فیلمایی که ریختن غیرقانونی تو خونه ما، وسایل خونمون رو بردن، همون زندگیمون و سند و آلبوم عکس بچگی و هرچی هارد و کامپیوتر، همون فیلمایی که از سفرهای خودمون درست میکردیم و آدیوشو برداشتن، یه سری حرف و آدیو دیگه گذاشتن روش
و ادعا کردن که به این دلیل و این دلیل ایشون جاسوس بوده و اینا سعی کردن این گفتن این فوت شده بیا آقا همه چی میدونیم گردنی خوشسالی جاسوسی موشک فلان اینقدر غیر قابل باور کردنی این حرفا این دروغا به شعور مردم بی احترامیه. آقای روحانی یک کمیته رو تشکیل داده برای بررسی این ماجرا، حرف تو با کلن مقامات ایران چیست؟ آیا امیدواری که این حداقل یه مقدار این ماجرا روشن‌تر بشه؟ من دولت آقای روحانی میخوام که از حقوق شهروندی ما دفاع بکنه. خودش روی شعار حقوق شهروندی داشت مانور میداد موقع انتخابات و برای خانواده من این حقوق کاملا پایمال شده و امیدوارم که یه پیگیری خیلی جدی در مورد این پرونده بکنن و که اگه کسی مسئولیت این اتفاقات رو داشته که برای پدرم افتاده واقعا شناسایی کنن و باهاش برخورد قانونی بشه. رامین سید امامی بود، فرزند کاوز سید امامی، که با بهمن کلباسی خبرنگار ما در نیویورک صحبت کرد.